بینندگان عزیز تلویزیون کانال جدید، درودهای گرم ما را پذیرا باشید. میلاد رستایی منش هستم. امروز 15 شهریور ماه سال 1402 برابر با 6 سپتامبر سال 2023 هست که من به همراه سایر همکارانم در مجموعه تلویزیون کانال جدید قسمتی دیگر از برنامه رویدادها را پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم. با ما همراه باشید. در بخش نخست نگاهی میکنیم به چند خبر مهم. خبر نخست، نازیلا معروفیان خبرنگار زندانی با انتشار یک فایل صوتی از زندان اوین در مورد تعرض جنسی به خود در هنگام بازداشت افشاگری کرد. خبر بعد، رئیس پلیس فتای استان سمنان از بازداشت یک شهروند در گرمسار به دلیل آنچه که توهین به مقدسات عنوان شده است خبر داد. خبر بعد، همچنین در خبرها آمده است روز سه‌شنبه 14 شهریور ماه در پی تیراندازی نیروهای انتظامی در مناطق مرزی بانه یک کولبر جان خود را از دست داد. خبر بعد، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یکی از کارگران شاغل در پتروشیمی بوشهر در حین انجام کار جان خود را از دست داد. و بالاخره اینکه در آستانه انقلاب زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی مراسم راهپیمایی 40 خود را در استانهای مختلف برگزار کرد. بسیار بسیار عالی. در این بخش نگاهی میکنیم به خبر مهم امروز که سعی خواهیم کرد در رابطه باش بیشتر صحبت بکنیم. مسیرهای راهپیمایی برای جاماندگان از مراسم حکومتی 40 در تهران و سایر کشور و سایر شهرها در کشور اعلام شده است. در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و در ادامه تلاش‌های رژیم اسلامی برای مرعوب کردن جامعه، جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه 15 شهریور ماه سازماندهی گسترده‌ای برای 40 کرده و در تهران و سایر استانها اوباش خود را به خیابان آورد. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مقامات حکومت از جمله محمد باقر قالیباف، حسین سلامی و دیگر فرماندگان سپاه در این فستیوال حکومتی شرکت کردند. رسانه‌های حکومتی با انتشار تصاویر مربوط به راهپیمایی 40 امسال در حال تصویر کردن اقتدار جمهوری اسلامی هستند و پوشش این واقعه را در صدر توجهات خود گذاشتند. در این بخش از برنامه در رابطه با این اقدام جمهوری اسلامی، علل و میزان تاثیرگذاری آن صحبت خواهیم کرد. در همین رابطه محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران همراه ما هستند. محسن ابراهیمی بسیار گرامی، خیلی خیلی متشکر هستم که دعوت ما را پذیرا شدید به برنامه خودتون. خیلی خیلی خوش اومدید. اهمیت، سوال اول یعنی به این شکل از شما مطرح میکنم، اهمیت و جایگاه این مراسم برای حکومت در آستانه آغاز انقلاب زن زندگی آزادی چیست و چرا حکومت دست به چنین سازماندهی بزرگی زده؟ اولا من میخوام یک جمله در مقابل این جمله که اینا برای همین کارشون دارن مطرح میکنن، جاماندگان از 40 رو براشون مسیر راهپیمایی تعیین کردن، من میخوام بگم که تردیدی نداریم الان دیگه با توجه به اتفاقات مخصوصا سال گذشته که زمانی که حکومت اسلامی برای جاماندگان خودش باید مسیر فرار رو تعیین کنه داره نزدیک میشه، تردیدی در این نیست. خب حکومت اسلامی، ما میدونیم که بر اساس دو پایه ایدئولوژی و سرکوب به حکومتش ادامه داده. سرکوب که کارایی دیگه نداره، ما اینو دیدیم، اینو جنبش زن زندگی آزادی، انقلاب زن زندگی آزادی کاملا نشون داد که چگونه این جنبش قدرتمند میتونه یه حکومت رو با تمام توحشش بالاخره زمینگیر بکنه. اینو دیدیم. خب میمونه ایدئولوژی اسلامی، بالاخره قرار بود چسب
درونی حکومت اسلامی و چسبی بین مردم و حکومت اسلامی به وجود بیاره که خب روشنه در اوایل بعد از انقلاب 57 به درجاتی هم تونستن بخشی از مردم رو بالاخره با همین ایدئولوژی پشت خودشون بسیج کنن، ولی هر چقدر از اون دوره تثبیت حکومت اسلامی به این طرفتر نزدیکتر شدیم، همونقدر این ایدئولوژی اسلامی هم به وبال گردن حکومت اسلامی تبدیل شده، یعنی کاملا کارایی خودش رو از دست داده. حالا اینجا آخرین نکته هم اینه که مردم برای حکومت اسلامی بسیار مهمه. حکومت اسلامی همیشه تلاش کرده مخصوصا با نماز جمعه هاش نشون بده که مردم پشت حکومت اسلامی هن. خب ما در آستانه انقلاب زن زندگی آزادی قرار داریم و این انقلاب نشون داد که مردم در ایران اکثریت عظیم مردم. ممنون از شما. حالا موضوعاتی که شما بهش اشاره کردید رو در سوالات بعدی، در دو سوال بعدی سعی خواهیم کرد بیشتر بهش بپردازیم، ولی اجازه بدید نگاهی بندازیم به واکنش در حقیقت مردم در سوشال میدیا، مشخصا توییتر. یک حجم عظیمی از شوخی و به هر صورت الفاظی که در رابطه با اربعین میشه استفاده کرد رو در شبکه‌های مجازی من دیدم، ولی خب برسا توییتی رو که قابل خوندن هست در تلویزیون انتخاب کردم. کاربری به نام شبنویس گفته همه مسیرها به شمال با ترافیک سنگین بند آمده مواجه شده. به نظر میرسه بازماندگان راهپیمایی اربعین به جای جنوب راهی شمال شدن، که خب نوعی تنه هست به برسات فستیوال، یعنی فرصتی که مردم استفاده میکنن برای جشن نه اینکه در مراسم حکومتی شرکت بکنن. ولی اجازه بدید سوال دومم رو به این شکل از شما بپرسم، به نوعی جواب دادی در صحبت هاتون، چقدر به نظر شما موفق میشه این جمهوری اسلامی که واقعا جامعه رو مرعوب بکنه با برگزاری یک همچین حکومت برگزاری همچین فستیوال هایی، اگر به نظر شما نمیتونه مرعوب بکنه پس چرا اساسا اینا رو برگزار میکنه این مراسم؟ خیلی روشنه، به نظرم پاسخ به طور قاطع روشنه که نمیتونه مرعوب کنه مردم رو، فقط با دستگاه سرکوب میتونسته مرعوب کنه که خب نتونسته، و خب با مردم هم همیشه به یه معنا با اکثریت وسیع از مردم اگه پشت حکومت باشن میخواد مرعوب بکنه. ولی من میگم که در یه جامعه 85 میلیونی حکومت اسلامی حتی با بسیج بسیجیان خودش، پاسداران خودش و بخشی از مردم عقب مونده، اگه بتونه حتی 1 میلیون مردم هم به خیابون بیاره، هنوز مردم اون خیزش 96، خیزش 98 و انقلاب زن زندگی آزادی خودشونو میبینن که میلیون ها نفر در این جنبش ها شرکت کردن، نه برای اعلام انزجار علی حکومت اسلامی بلکه با شعار خیلی روشن سرنگونی حکومت اسلامی. میخوام بگم معلومه که به این معنا مردم به قدرت خودشون پی بردن، میدونن که این تحرکات به اصطلاح مردمی جمهوری اسلامی در مقابل اقیانوس عظیم مردمی که علیه حکومت به پا خواستن هیچی نیست. آخرین نکته هم سر در پاسخ به این سوال اینه که خب حکومت اسلامی حتی این مثلا 10,000 100,000 نفر از بسیجیان خودش رو یا آدم های حتی عقب مونده اون جامعه رو حتی اگه بتونه بسیج کنه، نهایتا باید اینا رو به نیروی سرکوب تبدیل کنه. ما دیدیم که در گزارش سرداران سپاه به خامنه ای خود اونا اعتراف کردن که حتی در رده سران به اصطلاح دستگاه سرکوب هم ریزش به شدت وسیع ایدئولوژیک و ترس و واهمه و افت روحیه و خلاصه باخت روحیه وجود داره. میخوام بگم که نهایتا حکومت باید اینا رو به نیروی سرکوب تبدیل کنه که از پیش مردم پاسخ نیروی سرکوب حکومت رو دادن. خیلی خیلی متشکرم از پاسخهای کوتاهی که میدید محسن ابراهیمی. همونجوری که اشاره کردید برسات بخش های از طبقاتی که شاید سابقا به لحاظ مذهبی و ایدئولوژیک به رژیم وابسته بودن هم در سالهای اخیر شاهدش بودیم که اینها هم ریزش کردند. اجازه بدید ویدیوی کوتاهی رو ببینیم در همین رابطه و بعد با همین موضوع من سوال آخرم رو از شما مطرح. ما هر سال به نیت اربعین و امام حسین شلو زرد درست میکردیم، ولی امسال به نیت شهیدای وطن که در راه آزادی توسط رژیم مستکبر جمهوری اسلامی کشته شدن شلو زرد رو درست کردیم به امید نابودی جمهوری اسلامی. بسیار گویا بود ویدیو. محسن ابراهیمی عزیز، شما این سوال رو میخوام بپرسم. به نظر میاد که در سالهای گذشته بخشهای زیادی از جامعه ایران اکس مازلم، آتئیست شدن و اصلا از سونامی آتئیسم در ایران
در حقیقت ازش اسم برده میشه، ولی در این حال خب لایه‌هایی هم وجود دارن که همچنان مذهبی هستند. به نظر شما رابطه این لایه‌های مذهبی با رژیم جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به عنوان آخرین سال و جنبندی شما چقدر دچار دستخوش شده؟ به نظرم محرم آخر این رو کاملا نشون داد که وضعیت حکومت اسلامی در لایه‌های طرفدار خودش یا لایه‌های مذهبی و خرافی جامعه به اصطلاح چی هست. ما می‌دونیم که در محرم امسال اتفاقاتی افتاد که نشون میده حکومت اسلامی حتی در نزدیکترین یا خرافیترین یا بالاخره در میون کسانی که به نام امام حسین و کربلا و اینا سعی کرده پشت خودش نگه داره چه تزلزلی، نه تنها تزلزل بهتره عبارت درست‌تره، که چه به یه معنا اعتراضی داره شکل میگیره. در آمل پیرهن سفید پوشیدن در توسط هیئت عزاداری عزاداران و رفتن به محل خونه مادر غزاله چلابی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یا مزارش یا محل خونش رفتن اونجا و اونجا منزل خونه خانواده غزاله چلابی رفته بودن، بله سرود خوندن، سرود اعتراضی علیه جمهوری اسلامی میخوندن. این چی رو نشون میده؟ خیلی روشنه که اون رفتن اونجا توسط عزاداران و اونجا سرود خوندن یعنی اعلام همبستگی با یک جانباخته انقلاب زن زندگی آزادی و اعلام اعتراض علیه حکومت اسلامی. یا برای مثال دوم که به نظر من فوق العاده سمبولیک است، در زنجان در یکی از حسینیه ها دار و دستی حکومت پرچم آمریکا و سوئد رو، پرچم سوئد هم اینجا مهمه چون در سوئد قرآن سوزی شده بود، انداختن زیر پای عزاداران که رد شن و عزاداران از روش رد نشدن، یعنی مشت محکمی زدن تو دهن مزدوران حکومت اسلامی که میخواستن از اون طریق اون هیئت رو تبدیل کنن به اصطلاح به یه تصویر ازش بدن که حامی حکومت هستن، اعتراض خودشونه. و جاهای دیگه هم دیدیم که در محرم میخوام بگم که یا بالاخره همین حکومت در این دوره سرانش از 500 مسجد خالی دارن صحبت میکنن، یا اخیراً یکی از فکر میکنم رئیس حوزه علمی مدرسین گفته بود که دیگه مساجد یا به اصطلاح مصلاها نماز جمعه خالیه و باید تو پارک ها برگزار کنیم، که یکی هم در پارک برگزار کردن، خیلی هم خنده‌دار و مسخره بود، مضحک بود. میخوام بگم که به طور واقعی محرم امسال که قرار یک نقطه جوشش طرفداری بخش خرافی به اصطلاح جامعه، بخش اقلیت، بسیار اقلیت تو جامعه ایران از حکومت باشه، نشون داد که حتی حکومت اونا رو هم داره از دست میده. این حکومت از نقطه نظر به اصطلاح پایگاه مردمی که هی میخواد با مثلا جمعیت های کرایی به رخ مردم بکشه هم داره میبازه در مقابل انقلابی که شروع شده و ادامه خواهد داشت تا بالاخره ما مسیر فرار جاماندگان حکومت رو خودشون البته اونجا برای خودشون نشون بدن. بسیار بسیار سپاسگزار هستم، ممنون از شرکت شما. محسن ابراهیمی، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری، خیلی خیلی ممنون که به برنامه خودتون اومدید و در این بحث با من همراه بودید. و همچنین تشکر میکنم از شما مخاطبینی که تا به این لحظه این برنامه رو تماشا کردید. حتما از طریق راه‌های تماس با ما در ارتباط باشید، گزارش تصویری صوتی خودتون رو از محله‌های خودتون، اتفاقاتی که در شهر میفته برای ما بفرستید، حتما گزارشات شما رو در برنامه منعکس خواهیم کرد. اینجا من میلاد رسای منش به همراه سایر همکارانم لحظات خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزومندیم.